ارسال یک میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا به اوکراین آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از ارسال یک میلیارد دلار تسلیحات و ادوات نظامی از ذخایر ارتش آمریکا به اوکراین خبر داده است بلینکن دوشنبه با صدور یک بیانیه با اشاره به ادامه ی حملات روسیه علیه شهرها و روستاهای اوکراین در شش ماه گذشته از عزم آمریکا بر ادامه ی حمایت از این کشور تا پایان جنگ تاکید کرد بر این اساس دولت جو بایدن تا کنون 9 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک امنیتی در اختیار اوکراین گذاشته است. به گفته بلینکن کمک جدید آمریکا به اوکراین شامل مهمات، تسلیحات و وسایل مورد نیاز ارتش اوکراین برای دفاع از این کشور است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با انتشار پیامی در توییتر از کمک جدید آمریکا قدردانی کرده است. به گفته آقای زلنسکی هر دلار از این کمک گامی به سوی شکست کشور مهاجم است. دیدگاه مجله اکونومیست درباره خطر جنگ هسته‌ای بین روسیه و ناتو مجله اکونومیست در گزارشی هشدار داد که رویارویی مستقیم بین روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مستلزم تبادل حملات هسته‌ای و فاجعه بار بین دو طرف خواهد بود به نوشته این نشریه این خطر باعث شده که ایالات متحده در حمایت نظامی خود از اوکراین دقت بیشتری داشته باشد زیرا عرضه تسلیحات به کیف ممکن است غرب و روسیه را به سمت یک جنگ هسته‌ای سوق دهد این مجله نوشته البته دلیل اصلی اینکه آمریکا با احتیاط عمل می کند، ترس از روی روی مستقیم با روسیه یا خطر حمله روسیه به یکی از کشورهای عضو ناتو است هر یک از این گزینه ها می تواند منجر به درگیری مستقیم غرب با روسیه شود با این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده که اجازه آغاز جنگ جهانی سوم را نخواهد داد دبیر کل ناتو پوتین باید در جنگ اوکراین شکست بخورد ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هشدار داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صورت پیروزی در اوکراین احتمالا جنگ های بیشتری علیه ناتو به راه خواهد انداخت استولتنبرگ در یک سخنرانی در نروژ ضمن اشاره به آخرین وضعیت جنگ اوکراین گفت دنیای فکری پوتین به این شکل است که او تصور می کند با استفاده از نیروی نظامی به آنچه میخواهد میرسد این دنیای او برای ما خطرناکتر است دبیر کل ناتو همچنین با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد روسیه در این جنگ پیروز شود تاکید کرد اگر پوتین بتواند در این تجاوز به موفقیت برسد رهبری روسیه به این نتیجه خواهد رسید که خشونت کار میکند و در نتیجه دیگر کشورهای همسایه روسیه ممکن است اهداف بعدی مسکو به شما روند او همچنین روسیه را تهدید کرد در صورتی که بخواهد اقدامی مشابه آنچه پیشتر در گرجستان مولداوی و یا اوکراین انجام داده در قبال یک کشور عضو ناتو انجام دهد تمام کشورهای عضو این پیمان بلافاصله درگیر خواهند شد استولتنبرگ پدید آمدن چنین شرایطی را خطرناکترین وضعیت اروپا از زمان جنگ جهانی دوم دانست کشورهای حوزه بالتیک جایی که بخش اعظم نیروهای ناتو با حدود چهل هزار پرسنل در آنجا مستقر شده از جمله آسیبپذیرترین کشورهای این پیمان محصوب می شوند. با این حال استالتنبگ شمال اروپا را هم از جمله مناطقی برشمرد که میتواند مناقشه برانگیز باشد. کرملین هیچ دلیلی برای دیدار پوتین و زلنسکی وجود ندارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهادات رجب طیب اردغان رئیس جمهور ترکیه برای میانجیگری مذاکرات صلح به خبرنگاران گفت که ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی تنها زمانی می توانند با یکدیگر دیدار کنند که مذاکره کنندگان هر دو طرف تکالیف خود را انجام دهند مذاکرات بین مسکو و کیف ماه که به بنبست رسیده و هر یک از طرفین دیگری را به دلیل عدم پیشرفت مقصر میداند پسکوف تصریح کرد هیئت اوکراینی از مذاکرات خارج شده است و اکنون هیچ مذاکره ای وجود ندارد. وی تاکید کرد بنابراین ملاقات پوتین و زلنسکی تنها پس از انجام تمام تکالیف و از سوی هیات های مذاکره کننده امکان پذیر است. مذاکرات برقرار نیست بنابراین پیش نیاز لازم برای این دیدار وجود ندارد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.